من مطلبی رو در مورد اینکه امام زمان از ترس کشته شدن خودش غیبت کرده و کسی که خودش میترسه از جان خودش و نمیتونه خودش رو حفظ بکنه، چطور میتونه دیگران رو حفظ بکنه؟ چطور میتونه به دیگران نفع و ضرری برسانه؟ کسی که خودش از ترس کشته شدن به دست مخالفین فرار کرده، غیبت کرده. تا به خاطر اینکه بی سند حرفی نزده باشیم، کتاب اصول کافی صحیح ترین کتاب شیعه در حدیث رو انتخاب کردیم. البته در کتب دیگر هم این روایت هست. اصول کافی ثقات الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، چاپ بیروت، دارالمرتضی. ایشون متوفای سال 329 یا 328 است. ام عصر به اصطلاح وکلای امام در دوران غیبت صغرایشون بودن. اینم شناسنامه کتاب. در این بابی است در مورد علت غیبت، در صفحه 250 حدیث پنجم در اینجا روایت کرده که از عبدالله ابن بکر از زراره قال سمعت ابا عبدالله یقول ان للغلام غیبتا قبل ان یقوم. اون پسر بچه غیبت میکنه قبل از اینکه دوباره ظاهر بشه. قال قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال یخافو، از ترسو بودنش، از ترسیدنش. و اومه بیده الى بطنه، یعنی ترسید که با دست خود اشاره کرد به شکمش، یعنی از ترس اینکه شکمش رو پاره بکنن بکشنش فرار کرده. ثم قال یا زراره و هو المنتظر، این مهدی منتظر است. روایت بعدی، این امام زمان در روایت هفتم یک دوران غیبت است و یک دوران حیرت است. که روایت خیلی جالبیه که در برنامه حجت در مورد صحبت شد، گفت که غیبت چقدر طول میکشه؟ گفت ستت ایام او ستت اشهر او ست سنین، یا 6 روز یا 6 ماه یا 6 سال. و این از دروغ بودن این امام زمان است که طبق این روایت هفتم در این باب در صفحه 25 که کتاب الحجه که الان که 1400 سال تقریبا گذشته، کمتر بیشتر، و ایشون هنوزم تشریف نیاوردن. در روایت نهم در اینجا از ابا عبدالله امام جعفر صادق روایت است که ان للقائم علیه السلام غیبتا قبل ان یقوم، امام زمان غیبت میکنه قبل از این که ایشون چی بشه؟ ظاهر بشه. قلت ولما، چرا غیبت میکنه؟ قال انه یخاف، میترسه، از ترسو بودنش است که غیبت میکنه. و او ما بیده الى بطنه، یعنی القتل، با دست اشاره کرد به شکمش، یعنی از دست کشته شدن، از ترس کشته شدن ایشون میره. در روایت دهم عن علی ابن ابراهیم در سمعت ابا عبدالله یقول ان بلغکم عن صاحب هذا الامر غیبتا فلا تنکروها، اگر که از در مورد غیبت امام زمان شنیدی چیزی اینو انکار نکنید. در روایت بعدی در صفحه 253 روایت 18 ان للقائم غیبتا قبل ان یقوم، امام زمان غیبتی دارد قبل از اینکه دوباره ظاهر بشه. انه یخاف، ترسو هست، بزدل است، به خاطر همین فرار کرده. و او ما بیده الى بطنه، با دستش اشاره کرد به شکمش، یعنی القتل، از ترس کشته شدن فرار کرده. کتاب مرآت العقول علامه مجلسی میگه موثق کالصحیح، این حدیث موثق است، مانند حدیث صحیح هست. خودشون تایید کردن که امام زمان، و این امام زمان یکی از وظایف جاروکشی است. ناراحت نشید از این اصطلاحاتی که من استفاده میکنم، در کتابای خودتون اومده. روایت 22 علی ابن محمد در مورد فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس، این ستاره ای که به اصطلاح
کار جمع کردن در اعجاز علمی قرآن ثابت شده که ستاره های دنباله داری هستن که در مجرات این سنگریزه ها و اجسامی که وجود داره اینا رو با خودشون میکشن، تمیز میکنن این منطقه رو، مثلا جارو میکنن فضا رو. در مورد این آیه پرسیده شد از ابا جعفر امام محمد باقر، ایشون در صفحه 254 در مورد این روایت، اینجا ببینید این قسمت روایت 22، ان قول الله عز و جل فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، در سوره تکویر آیه 15 هم در مورد این خنس پرسیده شد، گفتن که این امام زمان تشریف دارن، یعنی ایشون همین کسی هستن که وظیفه جاروکشی رو در آسمان انجام میدن. در روایت 29 این باب، الحسین ابن احمد ان احمد ابن هلال تا این قسمت که قال ابو عبدالله، امام جعفر صادق میگه لا بد للغلام من الغیبه، این غلام بچه، این پسر بچه باید حتما غیبتی داشته باشه. قلت ولما، چرا؟ قال یخافو، به خاطری که میترسه، و اومع بیده الى بطنه، با دست اشاره کرد به شکمش، و هو المنتظر، و مهدی منتظر است، و هو الذی یشک الناس فی ولادتی، و اون کسی است که مردم شک دارن در مورد ولادت ایشون. این روایت هایی بود که تنها در اصول کافی وجود داره، البته در کتاب های دیگه، در کتاب علل الشرایع هم از دوستان عزیز اگر نشون بدن، این کتاب علل الشرایع از شیخ صدوق جلد 1 و 2، این هم شناسنامش، در اینجا هم از ابی عبدالله روایت است که قال رسول الله لابد للغلام من الغیبه، این بچه حتما باید غیبت داشته باشه. فقیره ولما یا رسول الله، چرا یا رسول الله؟ گفته یا خاف القتل، به خاطری که میترسه از قتل. و همچنین در صفحه 241 در روایت دیگری میگه ان للقائم غیبه قبل ظهوری، امام زمان غیبتی داره قبل از ظهورش. و قلت لما، قال یخاف، میترسه، و اومع بیده الى بطنه، اشاره کرد که یعنی قتل، به خاطر کشته شدن میترسه. کسی که خودش به خاطر کشته شدن و از ترس مخالفین رفته پنهان شده، 1400 سال از دین مردم هم برباد کرده، دنیای مردم رو، همه چیز مردم رو، شما چطور انسان باید بیاد و به این امام زمان خیالی اعتقاد داشته باشه؟